سلام به همگی، امیدوارم که حالتون یکم بهتر شده باشه. مودم یه چند تا نکته رو بگم توی این ویدیو که اکثر کسایی که من دارم میبینم ویدیو میذارن توضیح نمیدن راجبش، و اومدم که این توضیح رو بدم بهتون به اضافه این که این ویدیو اصلا درآمدی نداره و درآمدش خاموشه. لطفاً تا آخر حرفایی که میزنم رو گوش کنین و اگر نظری دارین اون وقت کامنت بکن. اول از همه دم همه کسای گرم که توی این زمان از تقریبا 2 ماه پیش تا الان کار نکردن، مخصوصا توی اینستاگرام، توی استریم، استیمرهای تویچ و کسایی که توی اینستاگرام حالا بلاگر بودن یا یوتیوبر بودن و اینا، واقعا دمشون گرم. و اینکه خودم هم به شخصه افتخار میکنم به اینکه پشت مردم هم بودم، همدردی کردم باهاشون، تونستم که حالا به نحوی توی اینستاگرام با استوری گذاشتن، حالا با یه سری کارهای دیگه کردن توی تلگرام که حالا بچه‌ها میدونن، بچه‌های خودمون میدونن که چه کارهایی کردیم و چه کمک‌هایی کردیم به هم دیگه، حالا کاری نداریم. به اون واقعا افتخار میکنم به اینکه تونستم هر چه توان دارم بذارم واسه اینکه واقعا همدردی کرده باشم با کسی که هم نوع خودمه. نسبت به کسایی که کار نکردن، کل زندگیشونو گذاشتن کنار به مدت، به هر حالا مدتی، میخواد یه روز باشه، یه هفته باشه، یه ماه باشه، 2 ماه باشه یا حتی 3 ماه باشه، هر چیزی به اون اندازه‌ای که میتونستن کارشونو گذاشتن کنار، هواشونو داشته باشین. نگاه کنین رفقا، من توانم یه چیزه، مسئولیت‌های خودمو دارم، توان حالا مالیم، زندگیم یا حالا هر چیزیم فرق میکنه با کسی که خونه داره، ماشین داره، یا کسی که حالا فوتبالیست یا بازیگر که مثلا 1 میلیارد، 2 میلیارد یا 3 میلیارد واسه خودش پول داره. یا یه سری از افراد هستن مثلا که آقا اینا داره خرجشون رو پدرشون میده، تو خونه باباشون زندگی میکنن، ماشین باباشون زیر پاشون، این بر اون بر میرن. خب این فرد میتونه اصلا آقا کار نکنه، واسه چی تو کار کنی وقتی پدرت داره خرجتو میده؟ خب این اصلا میتونه کار نکنه. هر کسی یه مسئولیتی داره، یه شرایطی داره، نه من جای تو هم، نه تو جای منی. پس اینو درک کنیم، وضعیت همدیگر درک کنیم. مثلا توان من با توان کسی که یوتیوبر خیلی مشهوره، من یه سری توان مالی دارم، یه سری مسئولیت‌های خودمو دارم، شرایط خودمو دارم، و اون فردم حالا شرایط خودشو داره. آقا یه سری ها الان اومدن که مثلا 1 ماه پیش شروع کردن، یه سری ها 1 هفته پیش شروع کردن، یه سری ها اصلا میخوان 2 ماه بعد شروع کنن. و حتی واسه کمک کردن دیدیم که میرن بعضیا توی صف نونوایی میگن که آقا مثلا 500 تا صلواتی بزن، پولشو میدن میرن. یکی میاد میگه 500 تا صلواتی بزن، اونی که بعض مالیش خوبه میگه 500 تا نون صلواتی بزن و پولشو میده و میره. اونی که بعض مالیش یه کمی حالا کمتره، بدتره، میاد میگه آقا 10 تا نون بزن. مهم کمک کردنه، و اینه که تو هر چقدر که میتونی کمک کنی. مهم اینه که هر کسی تو کار خودش به اندازه توانی که داره همدردی کرده باشه و پیش خودش، پیش وجدان خودش آقا راحت باشه که من هر چی توی توانم داشتم و گذاشتم واسه این که کار نکنم یا حالا به نحوی همدردی بکنم. این از این نکته. و اینکه الان خیلی از کسایی که کار نکردن، خیلی از این افراد بزرگتر و پولدارتر بودن که حتی یک روز دست از کار کردن نکشیدم، مثل همین مغازه‌دار، مثل آقا کارمند، مثل کسایی که بازیگرن، فوتبالیستن، هنوزم داره آقا بازیشو میکنه، پولش هم داره در میاره، کسی هم بهش چیزی نمیگه. حالا ما کاری نداریم به کسی، ولی دارم کلی میگم. پس اگر کسی فعالیتشو شروع کرده و مثلا 10K، 30K، 50K، 70K با کسی که 600K، 700K سابسکرایبر داره و ویوش از اون فرد خیلی بیشتره، مقایسهش نکنید. مثلا دارم میگم سردار آزمون خونه‌شو داره، ماشینشو داره، قرارداد فوتبالیش هم داره. این فرد اگر مثلا دارم، کاری ندارم حالا، اگر این فرد مثلا 1 سال حتی 2 سال حتی کار نکنه، مشکلی براش پیش نمیاد. پس اگر کسی کارشو شروع کرده توی هر جایی، اینستاگرام میخواد باشه، هر جایی میخواد باشه، اگر یک روز هم حتی همدردی کرده با مردمش و کار نکرده، حواستون به اون فرد باشه. نکته بعد که اصلا بهش توجه نمی کنن یوتیوبرهای ما و دارن ناخودآگاه باعث تخریبش میشن،
و هیچ کس هم راجع بهش صحبت نکرده. الان که ما یوتیوب رو تعطیل کردیم، هیچ کسی محتوایی تولید نمی‌کنه توی یوتیوب و مخاطب که میاد داخل یوتیوب می‌بینه که هیچ خبری نیستش، کجا میره؟ میره توی آپارات و روبیکا. و ما داریم باعث چی میشیم؟ باعث این میشیم ناخودآگاه با دست خودمون باعث این میشیم که طرح صیانت رو داریم خودمون داریم اجرایش میکنیم. من نمیخوام بگم که آقا توی که داری این ویدیو رو میبینی بیا شروع کن به ویدیو گذاشتن. بحثم اینه که هر کسی هر توانی داره، هر کسی میتونه شروع بکنه، هر کسی میتونه شروع نکنه، ولی حواسمون به اون کسایی که طرف مردم بودن، باشون همدردی کردن، واقعی بودن و الکی اشک تمساح نریختن، بیان چارت استوری بذارن برن سراغ کار خودشون، برن بادشون رو بکنن، حواسمون به این افراد باشه. من واقعا تا جایی که میتونستم کار نکردم، چون کل زندگی من، آقا همتون میدونین که توی اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام و همه اینا رو 2 ماه تعطیل کردم، با اینکه میدونستم با مدرکم برم جایی استخدام بشم و کار کنم، نرفتم کار کنم، نشستم هیچ کاری نکردم. مهم اینه که تو کل زندگی تو واسه مردمت بذاری. کل زندگی من یوتیوبم بود، اینستاگرامم بود، تلگرامم بود که گذاشتم، آقا هیچ عبایی هم ازش ندارم که بگم. اما کسایی که از من حتی بالاتر بودن یا حتی تو چشترن هم نیومدن واسه یه روز دست از بازی کردن کار نکردن بردارن. این از این آقا. این که من چندین بارم توی یوتیوبم اعلام کرده بودم که نظرتون ویدیو بذاریم یا نذاریم تو چندین وقت گذشته، و خیلیاتون هم میگفتیم 70% میگفتیم بذار، 70-80% میگفتیم بذار، و من واقعا میگفتم که من هنوزم میتونم کار نکنم و نیومدم کار کنم. اما دیروز که نظر سنجی گذاشتم حدود 80%تون گفتین که فعالیتمون رو شروع کنیم. از فردا یه سری ویدیوهای رکورد شده دارم، از قبل اصلا سر وضعم داره میبینید دیگه، موام بلند بود، بدون که واسه قبل ویدیو 2-3 ویدیوی رکورد شده دارم، اونا رو ما میذاریم همینجوری دیگه. قراره که مجبوری کارمون رو شروع بکنیم و اینکه امیدوارم که منو درک کنید و از حرفایی که زدم واقعا فکر کنید روش، چون من فکر شده دارم این حرفا رو میزنم و فکر شده عمل کردم، عمل من میدونین چه جوری بود. اگر نظری دارین، صحبتی دارین، با احترام میتونید توی کامنت ها بنویسین، من با احترام جوابتون رو میدم، همه رو میخونم، نظرتون هم واسم خیلی مهمه. همین، مواظب خودتون باشین، شب بخیر.